نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز سه‌شنبه 23 محرم سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با علم امام معصوم علیه السلام فرمودند: بحث علم امام بحث مفصلی است و علامه مجلسی در بهارالانوار در چند جا و در مرآت العقول این بحث را مطرح کرده است و برخی از علما هم کتاب‌های مستقل و خاص حول علم امام نوشتند. معظم الله در رابطه با کیفیت علم امام فرمودند: روایات در رابطه با علم امام مختلف است، اما آنگونه که جماعتی برداشت کردند و من هم خودم نیز برداشتم از نوع این روایات همین است که علم امام حضوری و در همه جا می باشد، لذا هر روایتی که خلاف این ظاهر باشد باید آن را تأویل کرد. ایشان در ادامه فرمودند: معصومین علیهم السلام همه چیز را می دانند، فقط در روایات یک جا استثنا شده، آنجا که در آیه 39 سوره رعد می‌فرماید: خدا هر چه را خواهد از احکام یا حوادث عالم محو و هر چه را خواهد اثبات می‌کند و از کتاب آفرینش نزد اوست. اما چون خدای متعال این خصوصیت را برای خود قرار داده و ممکن است برخی چیزها تغییر کند، لذا در برخی دعاها از جمله دعای احتجاب بعضی از روایات آمده خدای متعال برخی چیزها را فقط و فقط برای خودش قرار داده است. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با تفاوت علم 14 معصوم با پیامبران الهی فرمودند: علم پیامبران الهی دارای مراتب مختلفی است و از جمله پیامبران اولوالعزم از علم بیشتری برخوردار هستند، اما علم همه انبیا به غیر از خاتم پیامبران از علم 14 معصوم کمتر است، لذا هیچ کس در دنیا در مقام علم و مرتبت مانند 14 معصوم نیست. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. معلوم همین قبلش فرمودن لولا آیه فی کتاب الله، امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودن اگه این آیه در قرآن نبود من همه چیزی بهتون خبر میدادم. یمحو الله ما یشاء و یثبت، چون خدای عز و جل یه چیزی را گاهی تقریر میفرماد به ناس این بشه، اما بعد عوض میکنه خدا، چون خدا دستش بسته نیست که اگه یه چیزی را گفت انجام میده عوض نکنه. و قالو ید الله مغلوله، یهود میگفتن خدا دستش بسته است. نه، این آیه میگه یمحو الله ما یشاء و یثبت، خدا دستش بسته نیست. پیغمبران سابق که از 14 معصوم علمشون کمتر بوده. حالا اونا مختلفن، انبیا در علمشون مختلفن، اول العزم با غیر اول العزم فرق میکنه. بله قرآن هم فرموده فضلنا بعضهم على بعض، اما 14 معصومن که هیچ کی مثل اینا در مقام در علم نیست.